آیا توپ های لیگ برتر فوتبال در نتیجه قلابی هستن یا نیستن؟ توپ های جنجالی، ماجرای قلابی بودن اونها، حامی مالی تیم ملی و برنامه های عجیب لیگ رو با حضور آقای محمد صادق درودگر، رئیس سازمان اقتصادی فوتبال و عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ در پی میگیریم. توپ ها را هم حتی به ما داده بودن که متاسفانه به دلیل اهمال من الان همراهمون نیست، حاضر به توضیح هستم برای چیزایی که از نزدیک دیدم. ما در سکنج هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر باشه. بسیار خوشحالیم که یک روز دیگه در سکنج افتخار میزبانی از شما رو داریم. همونطور که عبدالله روای عزیز هم گفتن، آقای صادق درودگر امروز میهمان ما هستن تا بتونیم یک سری بحث‌های مهم در مورد فوتبال با ایشون داشته باشیم. سلام، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و مردم از کشورم. امیدوارم که در این هوای دودالود زنده مونده باشن و برنامه رو بتونن ببینن. خب حالا البته اینم بگم، یه گزیده از برنامه که مهدی امیرآبادی هم تشریف آورده بود اینجا و در مورد توپ‌های لیگ برتر صحبت کردیم، حالا در اواسط بخش سکنج حتما به نمایش در میاریم. آقای درودگر، در روزهای اخیر یه خبری منتشر شده مبنی بر اینکه یک سری توپ‌های قلابی وارد لیگ برتر شده و تیم‌ها حتی رفتن اونها رو خریداری کردن. یه توضیح بدین در موردش که چی بود ماجرا؟ خدمتتون عرض کنم که متاسفانه ما قانون کپی رایت در کشورمون رعایت نمیشه. مبادی مرزی ما برای ورود کالاها به دقت کنترل نمیشه. برای ترخیص کالاها از نمایندگی اصلی یا خود کمپانی تولید کننده سرتیفیکیت ها ارائه نمیشه و مدارک مثل اینوایس، پکینگ لیست، بیل آف لادینگ و توپا نمیدونم به چه فارسی بگین لغت رو، بارنامه، فاکتور و گواهی مبدأ. و خدمتتون عرض کنم که یه مقداری باید تو مرزهای شرقیمون تو این حوزه دقت عمل بیشتری به خرج بدن. یعنی تو پس سمت شرق پاکستان اومده؟ بله، از سمت پاکستان میاد، سالهای سال هم هست که میاد و ما سعی داریم که در آینده نزدیک با ایجاد یک کارگروهی که برای اینکه سلوک کنیم اینا رو، برای اینکه بریم بهشون در واقع شکایت کنیم، وارد عمل بشیم. البته این از وظایف شرکتی که به ما توپا رو واگذار کرده فروخته، ولی تو این زمینه اهمال کرده. ما براشون یه نامه‌ای هم ارسال کردیم که تو این زمینه فعال باشن. خوشبختانه بازیایی که در لیگ کشورمون برگزار شد کیفیت این توپو اثبات کرد و این الان دیگه اعتراضا کلاً از بین رفته و در واقع واقعیت این چیزی که ما اومدیم صادقانه به مردم گفتیم، حتی عدد رقمایی یه از بعضی از دوستان رسانه‌ای کم تجربه تقاضا می‌کنم اگر می‌خوای مطلبی راجع به هر حوزه ورزش یا فوتبال بنویسید از مسئولش سوال کنی. یه نفر نوشته بود که اینم بگم، مسئولا معمولا جوابگو نیستن. شما تا حالا شده راجع به چیز نه، حالا خود شما معمولا جوابگو هستین، ولی یه سری مسئول هستن که واقعا جوابگو نیستن. ببینیم باشه، اگر مسئولین جوابگو نیستن، از مسئولیت یک انسان رسانه‌ای که یه رسالت رسانه‌ای داره کم نمی‌کنه. حداقل باید زنگشو بزن اگه پاسخ نداد. بعد الان این توپایی که وارد شده چه قیمت فروخته شده و کدوم تیم ها خریداری کردن؟ ببین از شما من توی بعضی از باشگاه دیدم که گرفتن و مثلا رقمای حدود مثلا 300 تومن 400 تومن اینا فروخته شده. رقم واقعی چقدره؟ رقم واقعی الان شد الان از مردم عزیزمون یا خود شما خواهش میکنم یه لحظه برین توی سایت شرکت دربی استار این توپ بریلیانت رو بزنیم با کدش 160 یورو قیمتش میاد. یعنی ما این توپو 2 میلیون حدوداً، شاید یکم بیشتر. بله، ولی توپایی که اومده و قلابی هست دارن 300 تومان به باشگاه، 300-400 تومان. بله، بعد خب کیفیتش کاملا متفاوته. من اتفاقا آقای عبدالله روای برنامه توی همین تلویزیون اجرا کردن ویدیو چک و تو اون اومدن در واقع یه گزارشی که یه رسانه‌ای که همین که عرض می‌کنم بدون اطلاع زده بود تحلیل کردن و برای منم یه شعر یه توپ دارم قلقلیه رو خوندن و خلاصه بعد ازشون دعوت کردم، خواهش کردم تشریف بیارن سازمان لیگ و ببینن توپ و اسناد و اینا رو همه رو خدمتشون گذاشتم. حتی یه بار راجع به تبلیغات محیطی آقای مشتاق فروبخش تو برنامه شبکه یک لیگ یک
اعتراضی داشت، گفت ورزش هم هست. بله درخواست کردم تشریف بردن دفترم، همه اسناد گذاشتم روشون، گفتم حتی فیلم برداری هم. الان کدوم تیم ها توپا رو خریداری کردن؟ نه من نمیتونم اشاره کنم، ولی بهشون گفتیم که فقط توپایی که ما بهشون دادیم کنترل شده هیئت ها در اختیارشون بذارن برای بازی ها، یعنی در بازی ها استفاده نمیشه. در بازی ها تمام توپای استاندارد اینا چقدر هزینه تولیدش چقدر بوده که 300 تومان فروختن؟ ببین اینا توپایی که در ببین مثلا فرض بفرمایید که خود لاتکس این از نوع طبیعی سازگار با محیط زیسته، اونی که ما داریم 4 لایه است، اون قسمتی که باد میکنن توپو دو تا قفل داره که در هنگام شوت زدن وزنش کم نمیشه، بادش کم نمیشه، ولی اون توپای دیگه اینا نداره، لاتکسش لاتکس در واقع پی وی سی و مواد مصنوعیه. بعد از نظر جهش پرش نگاه کنید غیر استاندارده، همون تو پرشایی که میزنن از فاصله 2 متری، توپی که ما دادیم همون تو برنامه تلویزیون نشون داد 1.55 متر میومد، اون 1.35 میاد و خیلی در واقع کیفیتش نازله. به هر حال ما هدف اون که هم به شکلی ارزان ترین قیمت رو بیاریم برای فوتبال، هم کیفی ترین رو تو این سال هم سعی کردیم رعایت کنیم. اون حجمی که به ما وارد شد به خاطر این بود که ما یه دفعه یک هفته قبل از مسابقات توپ رونمایی کردیم و حدود 50,000 توپ مدل قبلی رو فکر اینو میکردن که توپ همون توپای پارساله وارد کشور کردن، توضیح کرده بودن که بفروشن، بعد دیدن توپای امسال تغییر کرده، دوچار شوک شدن و این کار انجام دادن. خب خیلی ممنون از توضیحاتتون، میخوایم یه فاصله کوتاه بگیریم، یه سری به اتاق فرمان بزنیم. یه میان برنامه هست، آقای مهدی امیرآبادی چند وقت پیش اینجا تشریف آوردن که البته من باز بهش تسلیت میگم، پدرشون فوت شدن اخیرا. خب من بهشون تسلیت میگم. بله متاسفانه خدا بیامرزه، به خاطر آنفولانزا هم بوده، متاسفانه پدرشون از دست دادن. و یک راستی آزمایی داشتیم در مورد توپای لیگ برتر که اون رو میبینیم، برمیگردیم به سری سوالات دیگر هست که از آقای درودگر مطرح خواهیم کرد. جنجالو رو قطعا در جریانش که هستید. بله من با چند تا از دوستان و همبازی قدیم که صحبت کردم گفتم که این جریان توپا چیه، گفتن سنگینه و از اینایی هم نیست که حالا چند هفته بگذره ضربه به توپ بزنیم این توپ جا بیفته. نه خب این 20 روز قبل 100% به تیم‌ها داده شده و تیم‌ها باش تمرین کردن و این 100% تست شده و الان که داخل لیگ برتر داره با این توپ انجام میشه، این توپ داره برای بازی انجام میشه، به نظرم توپ خوبی نیست که همه دارن ایراد میگیرن. یه راستی آزمایی هم میخوایم نتیجه اگه موافق باشی بکنیم. بیا اگه یکم جلوتر. خب همینجور که داره میزنی در موردش اگه صحبت کنی که مشکلش چیه فکر میکنی؟ سنگین آسه سنگین ضربه دارم میزنم، سنگینه مشخصه. بعد اگه سنگین باشه چه اثری میذاره تو این بازی؟ خب شما ناکن اون کنترل توپ، ضربه توپ، استوپاسی که بازیکن میخواد بده، خب این براش یه ذره کنترل سخته، به خاطر همین حالا بیشتر بازیکن اون ضربه آخری که میخواد به سوی دروازه بزنه برای دروازه‌بان هم مشکل ایجاد میکنه. بله 100% حالا اون دستکش حرفه‌ای که حالا گلرا دستشون میکنه میخوان ضربه بگیرن، یا همین استوپ کردنی که بازیکن هست اون 100% با دست که میخواد استوپ بکنه 100% این مشکل ایجاد میکنه، یا توپو دو ضرب میخواد جمع کنه، یا بازیکنی هست که میخواد ضربه رو بگیره ولی متأسفانه تو بعد دستش در میره و ریواندش رو. این دوره خود شما هم یادم بازی میکردین همیشه بحث زیاد بود روی توپا، یکی دو فصل اعتراض. اون موقع مشکل چی بود؟ اینا همون مشکل توپا و یا حالت بیزی مانند میشد و میگفتن که توپا یا یه ذره وزنش یا ذره بزرگتر میشد، یعنی سایز مثلا اگه سایز 5 بود تبدیل شد سایز 5.5. آها میگن لباسو لباسو میشوری آب میره یا بزرگ میشه، توپ اینجوری میشد بازی میکنی. خب شنیدین اون بخشی که چند وقت پیش پخش شد، آقا کلا مشکلات رفع شد دیگه. ببینید اینجا ما این شوخی هم که فکر کنم توپارو شستن بچه های درسته. ببینید الان این فیلم بالا همون زمانی بود که این حجمه از آغاز لیگ شروع شد و اون در واقع 50,000 توپ اثرش رو گذاشته بود، حالا نمیخوام اشاره کنم توسط چه کسانی این کار انجام شد، چون به دلایل توپ توپی که وارد شده بود و رنگش عوض شد. آقای امیرآبادی که اون روزی حرفا رو میزدن، الان مسابقات لیگمون داره برگزار میشه دیگه، شما آیا دیدین یه توپ ما خراب بشه؟ همون موقع که اعتراض به توپا بود چند سال گذشته. خب الان ما که دقیقاً نمیدونیم، یعنی ولی 100% اینو میپرسیم. شما بررسی کنید آیا توپا حالتش تغییر کرده؟ این توپا آیا تو هنگام مسابقات دیدین توپا عوض کنن بگن بادش کم شده؟
خب اینا که ما که ما تو دل مسابقه نیست ولی حتما اینا رو سوال فوتبال می‌بینید. ببین صحنه اگر مثلا این همه بازی که هر هفته 8 داره تلویزیون خب الان امسال کلا اینجوریه که هر کی اعتراض میکنه محروم میشه آقای دوست. نه اصلا این ربطی به اعتراض نه، این یه واقعیت ملموسه. شما الان تو تمام بازیه که دیدین آیه توپ عوض کردن بگن این توپ خرابه. خب میگم ما که تو زمین مسابقه نبودیم دقیقاً. نه شما بازی نگاه نمی‌کنی. چرا نگاه می‌کنی؟ ولی کنار زمین اونطوری اینو دیدین؟ شما اینو دیدی که اعتراض در فصل گذشته 3-4 سال پیش می‌دیدین که توپ‌ها می‌دادن داور عوض می‌کرد بیرون توپ دیگه می‌آوردن. آیا این اتفاق برای ما افتاد؟ آقای دولتی ببینید یه بحثی که همیشه مطرح هست اینه که ما چرا با برندهای خوب یا با برندهای با کیفیت زیاد همکاری نمی‌کنیم؟ الان در مورد لباس تیم با کیفیته یا بی کیفیته؟ این رو دیگه من که نباید بگم اینو لیگ بلژیک میگه قطعاً بازی کنه بلژیک. یعنی این دقیقاً همون توپی که دقیقاً شما الان بزنید. آخه ببینید من خواهش کنم یه بار وقت بذارید تشریف بیارید اسناد ترخیص رو اینو ببینید قراردادش رو فیلم برداری کنید به مردم نشون بدید. من امروز به شما میگم ما که به شما اخلاقا توپ رو بیارین نه توپ من با آقای عبدالربا تحویل دادم حالا ایشون همکار شما نیورده تقصیر من توپی قرار بوده که من دو تا توپشون دادم یه دونه فیک یه دونه توپ اصلی قلابی واسه آره و ایشون برای یه برنامه دیگه آفیش کرده بود متاسفانه نتونستی بری اینجا. من دیروز باشون همون کردم گفت من خودم میارم تو اون برنامه خودم هستم. هم در مورد لباسای تیم ملی من حداقل از 3-4 تا بازیکن تیم ملی تو همین چند وقته شنیدم که لباس کیفیتش خوب نیست. بله ببینید من به شما به ذات قاطع عرض میکنم که لباس تیم ملی لباسی که آقای ویلموتس تشریف بردن تو آلمان انتخاب کردن و قرار تولید بشه آن یعنی این لباس هایی بله. که الان از لباس های دیگری که از قبل برای تیم ملی تهیه شده بود داریم استفاده میکنیم. الان یه توپ یه لباس اومده کاملا پلوم شده آقای ویلموس خودش رفته در شرکت آلشپورت در آلمان بازدید کرده امضا کرده اون توپ اومده در کمپ تیمای ملی لباس. نمونه اون لباس به تیمای ملی داده یعنی طرحش کلا با این طرحی که الان بچه‌ها میپوشن بله کاملا متفاوته و یه لباس رونمایی مراسم رونمایی می‌خوایم داشت. ببینید کی ان شاءالله وقتی که به تولید انبوه برسه تولید انبوه برسه الان دارن تولید یعنی انتخاب شده دارن تولید انبوه میشه. ببین یه نکته هم وجود داره ما در شرایط زمان و مکان داریم زندگی میکنیم. ما برای دارون خریدش دچار مشکلی آدیداس به ما گفته ما به شما لباس نمیدیم حتی اگر بخرید. خب ما تو این شرایط چیکار کنیم؟ لخ بدیم در مسابقه شرکت کنیم یا بعد بریم برند نه ما منظورمون بهترین قرارداد میگیم اگه آلشپورت هست آلشپورت بهترین آلشپورت در قرارداد من خواهش می‌کنم همه اینا رو بیا فیلم برداری کنیم عکس بگیریم مستند به مردم رو. من دوست دارم شفاف باشم همه قراردادهای من در اختیار شما ببینید همش. خب من الان پس یه سری سوالات آفیش کنیم بله شفاف جواب بدید فقط بگم عرض می‌کنم خدمتتون بهترین قرارداد تاریخ هستیم ما هم لباس رایگان میگیریم همیشه هم خارجی میگیریم بهترین قرارداد تشکیل بدیم ببینیم عزیزم در مورد آقای ویلموتس هم دقیقاً همین الان من ویلموتس هیچ اطلاعی ندارم من در قرارداد آقای ویلموتس شرکت نداشتم مسئولیتی ندارم ولی حداقل در مورد تامین هزینه‌هاش تامین هزینه ببین اولا یه نکته به شما بگم بعضی مدیران هستن میگن آقا ما میخوام ماندگار بمانیم هیچ امضا نمیکنن. بعضی از مدیران کارآفرین نوآور خلاق و آینده نگر هستن. یه مربی عزیزی اینو گفت و شما هم تو برنامه‌تون گفتین که هزینه های ویلموتس از طریق 60 تا پرداخت شده شرکت 60 این رو که رسانه ها اعلام کرده شما هم گفتین تو هم برنامه ما هم گفتیم و حالا از شرکت 60 اون مربی عزیز اول بگم در سال 1384 85 86 که ما جام جهانی 2006 خواستیم بریم شرکتی از اون شرکت اسپانسر ما بود ایرانور منظور بله من چون گفتم محدودیت داریم تو 33 اسم نیوردم. نه چون اسپانسر بله 1,300,000,000 اون سال فقط برای نام حامی مالی نه برای تبلیغات محیطی نه برای فضای مجازی که اون روز نبود نه برای وس نه برای حوزه آی پی تی وی نه برای حوزه‌های دیگر و الان فکر کنید 1,300,000,000 الان اون موقع دلار 600 تومان بوده الان چقدر میشه ارزشش یکم سخته خیلی دقیقاً ولی شما دقیقاً 30 برابرش کنید دقیقاً دیگه 30 برابر کنید بله یعنی نزدیک 40 میلیارد تومان. چرا ما در تبلیغات محیطیمون اینقدر شلوغیم اینقدر شرکت الان 30 شرکت بازگشتن شرایط ما فراهم کردیم تو این اوج تحریم ها تو اوج شرایط ظالمانی که ما تحمیل شده ما الان شرکت ها رو فعال کردیم اومدن دارن تبلیغ ما چرا اونا پولشون رو دور نمیریزن سرمایه گذاری هزینه کرد سرمایه گذاری اون مدیری که میاد تو تبلیغات محیطی فوتبال شرکت میکنه یه چیزی میدونه میگه ما دو تا رسانه داریم یه رسانه فوتبال یه رسانه تلویزیون این دو تا رسانه اصلی کشور برای سرمایه گذاری در تبلیغات هستن
خود صدا و سیما هم بعد در دو بخش تبلیغات میکنه، یکی فوتبال، یکی سرگرمی و سریال اینها. یعنی در واقع فوتبال عنصر اصلی تبلیغاته. مدیرانی که میان در فوتبال سرمایه گذاری میکنن برای تبلیغات، برای سود بیشتره. همون شرکتی که شما نام بردید، در زمانی که ما ترنوبل مالیشون و بیلانشون دیدیم سال گذشته 25 میلیارد سودشون بود، بعد از یک سال که حامی تیم ملی شدن 80 میلیارد سودشون بود. الان یعنی مستقیما جدید مستقیما سود به کارگرا، به سهامدارا برگشت. خب اینو که من حتما میپرسم ازتون، الان اسپانسر تیم ملی شرکت شستا شده؟ الان باهاشون مذاکرات داشتیم و نهایی هم شده و قطعا این کارو می‌کنیم و ما تعهد داریم، کار مشترک داریم انجام میدیم. بعضی از فعالیت‌هامون رونیو شیر باهاشون، اگه فارسی بگیم در واقع مشارکت از سود هست باشون که ما سوداوری اونا رو بیشتر کنیم، ترنوبر مالیشون رو بالا ببریم. خب الان در مورد همین شستا من تو رسانه ها زیاد، یعنی موزه ما نیست، من تو رسانه ها خبرش شدیدم که میگن برای پرداخت حقوق بازنشستا دچار مشکل هستن. اصلا اون بند خدا اینجوری نبوده. اونا ببین شرکت شستا خودش اصلا وارد قضیه نیست، کمپانی ها، شرکت های تولید کننده محصولات. میدونی شرکت شستا خیلی کمه، مثلا رایتل رو داره، بانگ رفاه رو داره، که بانگ رفاه تا حالا که مثلا تبلیغات میکرده کسی به شستا ایراد نمیگرفته. بانگ رفاه تبلیغش رو میکرده در مصاد کارگری، من سرپرست کاروان بودم، خیلی از هزینه اون تیم بانگ پرداخت کرد، رایتل پرداخت کرد، ولی این براشون سرمایه گذاری بود. یعنی سوداوریش دو برابر شد، سه برابر شد. در فوتبال چندین برابر میشه، در فوتبال این کمک بهشون میشه. اونا در مورد ویروس میتونیم بگین که دقیقاً چقدر قرارداد هست برای قرارداد ما؟ پیشنهادمون با شرکت‌های مختلف شیر میشه، به صورت کلی نبستی، با شستا نبستی. ما اومدیم شرکت‌ها چند تا اسپانسر ما هم با حدود 8 اسپانسر داریم میبندیم و این 8 اسپانسر در داخل این شرکت‌ها در میتونیم بگین که از این 8 اسپانسر درآمد ببینیم. ما الان در گفتم برای همین که نهایی نشده داریم مذاکره می‌کنیم، داریم رقم سالی بالای 20 میلیارد. ببین بخش اعظمش حدود 60% رونیو شیر یا فعالیت مشترک از درآمد، در واقع حاصل درآمد. بیشتر میخوام فعالیت اقتصادی، اقتصادی بله. و این کاریه که برد برده، یعنی از محل فعالیت هم فدراسیون فوتبال، تیم ملی که 60 مال این مملکت، تیم ملی هم مال مردم. تیم ملی وقتی میاد توی صحنه ما اتفاقا خیلی در مورد این مسئله بحث مردم میاد علاقمند بله ما خوشحال میشه در موردش بحث داریم. بله 60 پول آقای ویلموت رو پرداخت؟ نه خیر، نه اصلا. 2 میلیون یورو که اصلا به اون اصلا اینجوری نیست، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. ببینید من از رقمش اطلاعی ندارم، چرا من نمیخوام دروغ بگم، واقعا اطلاع ندارم، ولی اینو میدونم که ما یه طلبی از فیفا داشتیم. چقدر؟ ما دقیق نمیدونم. ببین من وقتی که شنیده ها رو بخوام باز بکنم ممکنه دچار فراموشی اشتباه بشم. من خودم وقتی که چیزی میدونم راجع به توپ، راجع به لباس صراحتا توضیح میدم به تو، ولی اینو میدونم که ما یه طلبی از فیفا داشتیم و این طلب رو اومدم با یه شرکتی چک پرداخت کردم. اصلا به 60 مربوط نیست، من نمیدونم، ولی 60 رئیس نه، من سازمان اقتصادی ام، تیمای ملی نیستم، میدونم، ولی در جریان، ولی من در جریان اصلا در واقعا در جریان نبودم. ولی در مورد تبلیغات محیطی بله، من رفتم این کار انجام دادم و این قرضی فدراسیون فوتبال کرده، چک هم داده بابت اون مبلغ، فرار شده. با آقای اینفانتینو، آقای تاج مذاکره ای داشتن و در آخرین مذاکره که من خودم حضور داشتم اونجا، آقای تاج با آقای اینفانتینو داشتن صحبت میکردن، حتی به صورت واتساپی هم بود، ایشون یه عذرخواهی خیلی رسمی از آقای تاج کرد که عقب افتاده، گفت این پول با ولی تلاش داریم میکنیم به زودی مشکل براتون. الان ما از آقای ویلموت شکایت کردیم؟ ما ممکنه تو این پروسه هم بریم، ولی الان هیچ کاری نکردیم. ببینیم ما الان سر یعنی سه ماه حقوقشون، ببین ایشون سر سه ماه حقوقشون میگه هر شما فسخ کنی یا من فسخ کنم بعد سه ماه به من بدی. فدراسیون میگه ما نباید این پول به شما بدیم. در حال چالش ما مذاکره هستیم که این موضوع حل شه. اگر حل نشه خب فیفا و دیوان داوری کس احتمال داره که کارمون قطعا با هر کسی ممکن احتمال داره. ممکن منم یه روزی از شما یا شما هم من شکایت کنی، ولی خب زمانمون هم تموم شده. عبدالله عزیزم اگه بیاد به ما اضافه بشه آقا یه سوال هم ازش داشتم، نمیدونم وقت داریم بپرسیم از درودگر. خواهش میکنم. آره در مورد حزب استقلال و اینها، چون میدونم که شما هم در ببینید این موضوع حزب نیست، موضوع اتفاقا آقای تاج پیگیری موضوع بودن. وقتی که امضا کردن نامه ها رو ارسال کردن، مدیر عامل جدید امضا کردن، بعد توی در واقع روزنامه رسمی که ارسال شده ترجمه شده مدیر عامل کسی دیگه ای بوده. آن یعنی اون جعل مدرک جعل نیست، اصلا جعل نیست. متین احمدی دیروز مصاحبه کرده گفته اون نامه که اون چیزی که حداقل اصلا دیگه من زدم اون واسه ملی خودش درگیر اموال الان بنده خدا. آره. آقا زیاد درگیرش نکن. آره. آقا قضیه توپا حله. من می‌خواستم آره من توپا دست منه
و من حتی خونمون بردم اونا رو. آقای درودگر محبت کردم از رفتار حرفه‌ای آقای درودگر، علیرغم اینکه خیلی هم مرسوم نیست در بین مدیران ورزشی. شما تایید بفرمایید خواهش می‌کنم که خودش صدا کنه آدمو بگه آقا این چیزی که تو تلویزیون ساختی، اولا نره مثلا به ما توهین کنه، بعدش هم نره اصلا بی محلی هم نکنه، بعد ما رو صدا کنه اونجا برای ناهار حتی نخوردی ولی هر کاری نکنه. اون روز گرسنم نبود، حیف شد. بعد ما رو دعوت کردن، توپا رو به من دادن. به فرض اینکه من این چیزی که خودم دیدم، چون باید اینو امروز اجرا می‌کردیم، به فرض اینکه باد اینا هم اندازه باشه، توپ تقلبیه، اونی که تقلبیه یه خورده تنبلتره، کمتر میاد بالا. حالا نمیدونم شما هم همینو فرمودید. نکته اصلی دیگه اینه که من یه قرار با آقای درودگر گذاشتم، اگه اجازه بدی اینجا هم بگی. آقا ما اصلا چرا میای بحث میکنیم، آقای درودگر اذیت میکنیم، دعوتش میکنیم. آقای درودگر یا ایشالا کاملا دارن درست میگن یا اشتباه میگن دیگه، غیر این دوتا که نیست. ما یک هفته از دیگه برتر رو همه میکنیم، حالا دیگه ما بازوهاش هم داریم، چه رسنه میکنیم. یه هفته به صورت شانسی از تو بازیات نه تا بازیه دیگه، نه تا توپ میاریم، عالیه، اونا رو تست میکنیم. هیچ اشکال نداره. آره اگه این اتفاق بیفته. حله. وگرنه من رفتم چهار لشکر آمارشو گرفتم، دیدم آره دو سه نفرن قشنگ تو کار تقلبی زدن. اسمشون هم دادم خدمت. آره یکشون هم مرحوم شد. آقا من تسلیت میگم. خدا کیام واسه. خیلی ممنون. بله یکشون مرحوم. یکشون مرحوم شد. حالا بهت میگم. عمده تو پایش رفتم همه رو پیدا کردم. اونا که گم کم میزنن، اونا که توپ میزنن، اونا که چمن میزنن. همه دیگه آمارشون دست مدیر میزنن، مدیر خود. آقا به هر حال من همینجا اعلام میکنم در مورد حوزه اقتصاد، با تمام وجودم و با تمام اطلاعاتم، با دوربین فیلم برداری، با دوربین عکاسی تشریف بیارین، نه شما جناب آقای رواد، رسانه‌های دیگه، من در خدمتشون هم، همه اطلاعاتی که دارم به صورت شفاف تقدیم شد. به عشق همین محبت و جنبه بالای شما میخوام محسن چاوش بشنم. موافقی؟ محسن چاوشی خیلی ممنون. آقا قربان شما.